از تقریبا میشه گفت هشت صبح روز گذشته در حوزه شمسر شهرستان سراوان اتفاق افتاد ما گذری رو در اونجا ایجاد کردیم برای معیشت مرزنشینان و در واقع کمک به معیشت و کنترل لازم کنترل های لازم برای ورود و خروج و افرادی که تردد میکنن در این مسیر خب روز گذشته تجمعی رو در پشت مرز مشاهده شد تجمع انبوهی بود از جمعیت سوخبران کسانی که غیر قانونی مبادرت به در واقع انتقال سوخت به کشور پاکستان میکنه و قصد داشتن از محل در واقع گذر وارد بشن البته تقریبا بیش از دو ساعت مذاکره انجام شد با اینها که در واقع خیشتنداری بکنن و در چارچوبه در واقع قواعدی که در نظر گرفته شده از همون گذر وارد بشن ظاهرا تجمعشون اونور منجر به تیراندازی تر از توسط مامورین پاکستانی میشه و حجوم شدت پیدا میکنه و با شکستن دربهای گذر و ایراد خسارت جمعیت وارد میشن و در بین جمعیت یک نفر کشته و چهار نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیندازی که اتفاق افتاده بود و در واقع جمعیتی لابلا اینها موج میکنن و با ایجاد موج به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن موتوری رو از مأمورین مستقر در مرز آتیش میزنن تعداد از خودرو رو سنگ پرانی, می کنن،, سنگ پرانی می کنن و قصد ورود به داخل پاسگاه رو داشتن خب مستعذر هستید که به حال پاسگاه حریمش بسیار محترم هست و هیچ نیروی و در واقع اینها نیروهای جانباز جانباخته محافظ مرز هستند و اجازه ندارند که اجازه بدن کسی وارد به ورود پاسگاه بشه پاسگاه حریم و ناموس معمور هست به دلیل تلاش خجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن خیلی این مجروعین جمعیت متفرق میشن اونهایی که در وقت تخطی داشتن متفرق میشن مجموعه منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه یک نفر هم در بیمارستان فوت میشه حالا این در حال بررسیه که آیا این فوت دوم هم ناشی از در واقع اتفاقات و تیراندازی در داخل خاک پاکستان بود یا نه در حال بررسی است و تقریبا موضوع فضای مجازی این موضوع رو دست میگیرن و تحریک میکنم مردم رو برای تجمع در شهرستان سراوان و تقریبا میشه با جلسات گذشته شده و درخواست شد از معتمدین که کنترل بکنن موضوع رو این تقریبا تا ساعت های ده امروز موضوع کنترل شده بود که امروز هم یه اتفاقی افتاد و ادهی به هر حال حجوم آوردن به سمت فرمانداری و به هر حال بر صحبت های مسئولین رو و تعداد شیشه ها رو شکستن و متفرق شدن خب من یه نکته مهم رو باید اشاره بکنم به هر حال ما مردم استان مستحضر هستند که ما در گذشته چه تعداد زیادی جاده ای داشتیم یعنی اعتراض همه مردم استان بود که فکری به حال این قضیه بشود خب از اونجایی که به هر حال این موضوع موضوع در واقع سوخ نهادینه شده بود در داخل استان و ما ظرفیت مناسبی رو برای ایجاد اشتغال نداشتیم نهایتا با دستور استاندار محترم که پخش هم شد از صدا و سیما برنامه بر این شد که ما این سوخبران رو قرار در یه حد مجاز اجازه بدیم که تردد بکنم من تا بدون پلاک مختوش و با سرعت مطمئنه که اتفاقی نیفته یعنی اینها مواردی بود که شاید قانونی نباشه ولی ما به دلیل اینکه به حال مشکلی برای مردم پیش نیاد و صد تلفات بالا نره تدبیر شد و تقریبا یه آرامش حداقلی ایجاد شد برای گذرها هم همین برنامه هست یعنی ما چند تا گذر مرزی رو با نظر خود مردم ایجاد کردیم برای اینکه بتونیم در واقع مردم رو قاعده در واقع در سفره اونها نانی گذاشته بشه در معیشتشون تحت در واقع در یک چارچوبه مناسب اون در واقع نیاز مرزنشینان برطرف بشه خب اگر قرار باشه که قاعده کار انجام نشه و به صورت کار انجام بشه قطعا همون حداقل هایی رو هم که ایجاد شده اینها سلب خواهد شد من درخواستم اینه که بالاخره با رعایت قانون همه معتمدین همه تری اونها بیان و کمک بکنن برای اینکه ما بتونیم این کار بزرگی رو که دست گرفتیم برای مردم استان در واقع برای اون بخشی که واقعا اشتغالی براشون فراهم نشده و نیاز است که در مرز فعالیت های خودشون داشته باشن این در واقع برنامه رو اجازه بدن که ما در اون چارچوبه خودش انشالله کار رو دنبال بکنیم کشته های ما الان دو نفر متاسفانه و شش نفر زخمی داریم که اشاره کردم که به چه شک بوده حقیقتا ببینید مشخصه وقتی هر اتفاقی میفته پشت قضیه گروه هایی به دنبال ایجاد اشکال برای در نیروهای امنیتی و مردم استان هستند کسانی میخوان که در واقع مردم رو از بدنه نیروها جدا بکنن کسانی هستند که به هر حال منافعشون به خطر افتاده شما ببینید وقتی شما میخواد کانالیزه بکنید در واقع سوخت رو در حوزه مرز تعداد منافعشون به هم میخوره از در واقع منافعشون به خطر میفته و اینها دقیقا همون افرادی هستند که تحریک میکنن چندی قبل گروه جشل جش و کلیپی رو پخش کردن و در واقع گذرها رو زیر سوال بردن یعنی مشخص بودی قرار است اتفاقی بیفته و اینها همه وقت کنار هم این پازل ها رو در تکمیل پازل نشان از اینه که این برنامه ها برنامه‌ریزی شده است توسط دشمن و توسط بالاخره بسیار از سرویس ها برنامه‌ریزی شده است برای اینکه مرز ما آرامش نداشته باشه مردم مستعذر هستن یک سال و نیم هست بیش از یک سال و نیم هست که ما یه آرامش نسبی در داخل استان با کمک مردم داشتیم و این رو میخوام حفظش بکنیم به کمک خود مردم و انشالله که کمک بکنم ما و خودشون مراقبت بکنن مخصوصا جوان ها تحریک نشن و به هر حال آب رو با آسیاب دشمن نریزن